سلام، من سهرام و به کانال من خیلی خوش اومدین. خب ماجرای این ویدیو چیه؟ خیلی سریع بهتون میگم به خاطر اینکه میخوایم بپریم سر اصل مطلب. ما به دلایلی داریم دنبال خونه میگردیم، با اینکه من عاشق این خونه که الان هستم، ولی یه سری دلایل کوچولو موچولو داریم که ممکنه بخوایم از اینجا بلند شیم و بریم یه جای دیگه. برای همین داریم توی ویکتوریا، شهر ویکتوریا کانادا، دنبال خونه میگردیم. داریم دنبال آپارتمان دو خوابه میگردیم توی حوزه دانتان و مرکز شهر. حالا من فکر کردم به خاطر اینکه میدونم خیلی از شماها ممکنه توی مسیر مهاجرت باشین، میخوایم بیاین ویکتوریا ونکوور و حالا ویکتوریا ونکوور نظر قیمتی به هم نزدیکن تقریبا، گفتم که فکر خوبیه که خونه هایی که میبینیم ما براتون فیلم بگیرم با قیمت هاشونه، حالا اون اصطلاحا امکاناتی که دارن بذارم شما ببینین، و اگر که تو مسیر مهاجرت هستین یا میخوام بیاین ویکتوریا دستتون بیاد که مثلا اینجا آپارتمان ها چجوری هن، قیمت هاشون چقدره، چه امکاناتی دارن و این حرفا. در ادامه فکر میکنم 6 تا یا 7 تا خونه رو میبینین که من حالا همشون رو براتون قیمتاشو می‌نویسم و توی ویدیو میگم که هر کدومشون چه امکاناتی دارن. در نهایت اگر که این ویدیو رو دوست داشتین و به دردتون خورد، یادتون نره که لایک کنین، سابسکرایب کنین و کامنت بذارین و به هم بگین که این سبک ویدیو به دردتون میخوره یا دوست دارین بیشتر در چه زمینه ای محتوا از ویکتوری براتون بسازم. دمتون گرم، بریم خونه ها رو ببینیم. خب بچه، این واحد توی یه ساختمون نوساز کلید نخورده بود و این اتاق مسترش بود. اینجا تو بدروم تو باتروم بود، یعنی دوتا اتاقا و دوتا دستشویی. مستر بدرومش یه عالمه کمد داشت، یه واکینگ کلازت خیلی خوب داشت و یه هم دستشویی بزرگ. قیمت این خونه ماهی 2950 دلار بود و پارکینگ هم اگر که میخواستی میشد 150 دلار پول پارکینگ که اضافه میشد به پول اجاره. این دستشویی اصلی خونه بود که روبروی اتاق دومش بود. این اتاق دومش بود که تقریبا کوچیک بود و یه فضای بیرونی داشت. این حالت مثلا بالکن مانند بود که مال خود بود و قرار بود اون بغلا شیشه بیاد، یعنی شیشه مات بیاد که مثلا یه پرایوسی داشته باشه، ولی روبروش میبینید داشتن ساختمون میساختن، یعنی ویوی نخواهی داشت. ولی خب دیگه مثلا همه چیش نوساز بود و اینا، و من اینکه بعد از اتاق خواب می اومدی تو این فضای بیرون و اصلا دوست نداشتم به خاطر اینکه مثلا مهمون داشته باشه بعد از این اتاق بیاد رد شه. آشپزخونه‌اش همه چیش خیلی خوب بود، تمام اپلاینسش کیچن اید بود که خب خیلی برند خوبیه، هنوز مایکروفرش رو نذاشته بودن، ولی خب مثلا گاز و ایناش، گاز و یخچالش و اینا چیزای خوبی بودن، یعنی بد نبودن. یه دونه کمدم اینجوری دم انتری وی داشت که میشد کتومات بذاری، اون برم لاندریش بود، یعنی این سویت لاندری داشت، ماشین لباسشویی و ماشین خوشکن داشت، و اینجا هم لیوینگ رومش که خیلی هم بزرگ نبود و همین دیگه. این یکی واحد بغلی همون واحد قبلیه که تو ویدیو قبلی دیم بود که قیمتش بیشتر بود، اجارش 3100 دلار بود به اضافه 150 دلار پارکینگ. اینی که میبینین همون اتاق دومش بود که میرفت بالکنش، اینم همون دستشویی اصلی واحد، و فکر کنم که اتاق خوابش رو نمیدونم نشون میدم یا نه، این آشپزخونهش بود که مثل خونه قبلی، فقط این کیچن کانترش بزرگتر بود و لیوینگ رومش پنجره بیشتر داشت و نور خوبی میگرفت، ولی ویوش خیلی فاجعه بود واقعا، ولی لیوینگ رومش بزرگتر بود. اینجا ماره، اینجا مستر بدرومشه که حمومش خیلی بزرگ بود واقعا، ولی دیگه واکینگ کلازت نداشت، فقط همین کموده رو داشت و اینم پنجرش بود دیگه، و خب این خیلی واحد گرونتری بود نسبت به اون یکی، مزایای خاصی نداشت، فقط حالش بزرگتر بود. این ساختمونم فقط یه حالت پارتی روم داشت دیگه، هیچ چیز دیگه نداشت. خب این یه ساختمون دیگه است. این واحدم تو بدروم تو باتروم بود، دوتا دستشویی و دوتا اتاق که این مستر بدرومش بود. اینجا یه حالت کمد کوچولو بود که بعد میرفت سمت دستشویی. خوبیش این بود که دوش داشت و من از وان خیلی خوشم نمیاد، و مثلا اندازه کمدش هم بد نبود، ولی اتاقش خیلی بزرگ نبود، ولی نور خونه خیلی خوب بود. اینم که فضای لیوینگ رومش بود با کلی پنجره، و ویوش هم بدی نبود، از توی این حیات بالکنش میتونستی آب رو ببینی اون ته، و اینش خوب بود و سایز این بالکنش هم بد نبود، میشد توش باربیکیو بذاری.
دیگه اینم آشپزخونهش بود. اپلاینسش خیلی جدید نبودن، این مثلا گازش خیلی معمولی بود و اینم که ماشین لباسشویی و خوشکنش و اینم یه فضا کنارش. و اینم اتاق خواب دومش بود که نسبتاً کوچیک بود ولی خب کمد داشت و اینش خوب بود. و اینکه اجاره این واحد بچه‌ها 2700 دلار بود، پارکینگشون هم 175 دلار بود، یعنی با پارکینگ میشد 2875 دلار. توی ساختمونشون هم جیم داشتن و بایک استوریج، یعنی جایی که دوچرخه تو بذاری. به طور کلی بد نبود. ایرادی که داشتیم بود که خیلی به اتوبان و خیابون اصلی نزدیک بود و یه ذره صدای ماشین توی واحد می اومد که خب ممکنه برای یه سری خوشایند نباشه. اینم یه واحد دیگه توی همون ساختمونه، اجاره این واحد 2850 دلار بود به اضافه 175 دلار پارکینگ. این واحد گرونتر بود و همینطور اینجا میدین اینجا یه میزه، یعنی مثلا میز کاره، ولی خب جاش به نظرم خیلی مسخره است بخاطر اینکه کنار آشپزخونه است. دقیقاً این واحد گرونتر بود به خاطر اینکه این لیوینگ رومش یه خورده بزرگتر از قبلیه بود، ولی همونطور که میبینین به اندازه قبلیه پنجره نداره و کلاً هم یه طرف دیگه ساختمون بود و ویوش متفاوت بود، بیشتر به این خیابونه بود و مثلا یه سری دار و درخت هم میدیدی. این بالکنش بود که از اون یکی به نظرم کوچکتر بود. توی این واحد صدای خیابون بیشتر میومد به خاطر اینکه این طبقه پایین‌تری بود و به خیابون بیشتر نزدیک بود، با اینکه خب این واحد هم گرونتر بود. همچنان هم این واحد تو بدروم تو باثروم بود. این مستر بدرومش بود که پنجره رو داریم میبینیم. همچنان اینم یه کلازت کوچولو داشت این وسط و میرفت به سمت حموم و دستشویی. عمق کموداش بیشتر بود و بازم من اینکه دوش داره رو خوشم میومد، یعنی مزیت به نظر من محسوب میشد، با اینکه ولی خب اتاقش خیلی بزرگ نبود ولی خب کمد خوبی داشت دیگه. و آفتاب میگرفتید، آفتاب افتاده رو زمین، من از اینکه آفتاب اینجوری بیفته تو خونه خیلی خوشم میاد. اینم اتاق خواب دومش بود که اندازش از اون واحد قبلی بزرگتر بود و کمدم که داشت و عمق کمدش رو ببینید چقدر زیاده، خیلی کمدش بزرگ بود. خب این یه واحد دیگه سوی یه ساختمون دیگه، این ساختمون یه خورده قدیمی تر بود. این واحد هم تو بروم تو باثروم، میبینین که آشپزخونش هم میخورده همه چیش قدیمیه که من اصلا دوست نداشتم. اجاره این واحد 2835 دلار بود به اضافه 175 دلار پول پارکینگ. لیوینگ رومش نسبتاً بزرگ بود، ویوی خیلی خاصی نداشت، به پارکینگ بود و این همون دستشویی اصلیش بود که دوان داشت و اینجا هم اتاق خواب دومش اتاق کوچیکش بود که ورودیش خورده، یعنی دیوارا عجیب بود نقشش و پنجرش هم به بالکن واحد بود، ولی خب میگم بالکنش ویوش به پارکینگ و مثلا یه خیابون کوچولو بود که خیلی چیز خاصی نبود. این مستر بدرومش بود که این کمدش همین بود، مثلا اون ساختمون قبلیه واکین کلازت، و یعنی اصلا کلازت بزرگی نداشت و دستشویش هم وان بود، یعنی دوش نبود. اینم یه واحد دیگه توی همون ساختمونه، اجاره این 2690 به اضافه 175 دلار پارکینگ بود که خب این ارزون تر از همشون بود، ولی باز همچنان میبینین یخچال و گاز و ایناش خیلی قدیمیه، سینکش قدیمیه و ویوش هم به یه ساختمونیه که اینجوری اون سمت خیابون اصلا هیچ ویوی خاصی نداره. حموم اصلیش مثل همون اون یکی واحد بود. این مستر بدرومش بود که همون دستشویش بازم دوش نداشت، ولی اتاقش بزرگ بود، اتاق خوابش واقعا بزرگ بود و کموداش هم اندازش از اون واحد قبلیه بهتر بود، یعنی عمقش بیشتر بود. دیگه بذاریم اون یکی اتاقش هم ببینیم. آره، این اتاق دومش بود که باز اندازه این اتاق هم از اون واحد قبلی که توی این ساختمون دیدم بزرگتر بود و کمدش هم اندازش معمولی بود، خیلی نه بزرگ بود نه کوچیک. لیوینگ رومش هم سایزش خوب بود ولی اصلا ویوشو میبینی خیلی چیز خاصی نیست، یعنی یه سری ساختمون روبروته، اصلا هیچ چیزی نمیبینی و نورگیرش هم به نظرم مثلا اونقدر خوب نبود. اینم بذار زور بزنم در وا کنم، یعنی آفرین. اینم بالکنش بود دیگه. خلاصه من کلا این ساختمون رو خیلی دوست نداشتم به خاطر اینکه آشپزخونهش اپلاینسش قدیمی بود، ولی
هم این ساختمون، همون دوتا واحدی که تو اون ساختمون قبلی دیدیم، یعنی دوتا ویدیوی قبلش، اینا ساختمونش جیم داشت و اینکه جیم داره معمولا چیز خوبیه. این هم کلن یه چند تا ساختمون مال یه شرکته که همشون کنار همن دیگه. خب این واحد توی یه برج بود، طبقه 17 هم بود این واحد. من خیلی فیلم نگرفتم ولی عکس ازش هست. تو بدروم، تو باتروم این اتاق خواب دومش بود و از فضای لیوینگ روم و آشپزخونه‌اش عکس گرفتم که در ادامه می‌بینین. اجارش 2900 دلار بود که پارکینگ هم توش لحاظ شده بود. اینم مستر بدرومش بود و خب برگ برندش این کمد خیلی بزرگی بود که داشت و اینم که حموم دستشوی مسترش بود. آشپزخونه‌اش می‌بینین بد نبود و اینم روف گاردنش بود و ایرادی که بر ما داشت این بود که لیوینگ رومش و نشیمنش خیلی کوچیک بود. ببخشید که این کار را این وریه، ولی من موقع نمیدوستم که میخوام نارو یوتیوب بذارم. بچه این واحد یه خورده قدیمی بود و از مرکز شهرم یه روب دور بود، ولی اینم تو بدروم تو باتروم بود. ساختمون چند سال ساخت بود، دوتا اتاق خواب داشت که اتاقاش خیلی بزرگ و خوب بودن، ولی میبینی مثلا همون دستشویش مثلا چیزاش همه قدیمی بود و آشپزخونه‌اش هم همه چیزاش قدیمی بود، ولی سایز واحد خیلی خوب بود و لیوینگ روم خیلی بزرگ و خوبی داشت و این بالکنش خیلی خوب بود بچه ها، به خاطر اینکه خیلی ویوی خفنی داشت و خیلی روش اصلا به من حس و حال شمال رو میداد. اجارش هم نسبتاً بد نبود، فکر کنم 2600 دلار بود با مثلا 150 دلار پارکینگ یه همچین چیزی، مثلا 2700 خورده میشد و میبینید چقدر بالکنش بزرگه. ولی خب ما به خاطر اینکه آشپزخونه‌اش خیلی همیشه قدیم بود و دور بود خیلی دوستش نداشتیم. خب بچه این واحد توی یه دونه برج خیلی خفن بود که جیم داشت، نمیدونم روف گاردن داشت، مثلا پارتی روم داشت، سوشال روم داشت، خیلی همه چیش خوب بود. این واحد یه خوابه پلاس دنه، دن به یه مثلا یه اتاق خیلی کوچولو میگن که نه کمد داره نه پنجره و بیشتر برای مثلا فضای آفیس ازش استفاده میشه. ببین این واحد همه چیش خیلی خوب بود، ما خیلی همه چیشو دوست داشتیم، ولی خیلی گرون بود. برای یه واحد یه خوابه پلاس دن اجارش 3100 دلار بود و 175 دلار هم پول پارکینگش بود که خب خیلی گرونه برای یه خوابه. اینجا روف گاردنش بود، 3-4 تا باربیکیو داشت که میتونستی بیای استفاده کنی، یه ویوی خیلی خفن داشت و کلن ساختمونش خیلی مزایا داشت، ولی خب در این حال به همون نسبت هم قیمت واحداش گرون بود. یعنی مثلا یه خوابهاش هم از 2700-800 دلار کلن شروع میشد و مثلا یه خواب پلاستنش هم که از 3100 تا شروع میشد. اینم یه ساختمون دیگه بود، اینم تو بدروم تو باتروم بود. اجاره این واحد هم 3100 تا بود، پارکینگ هم اصلا اویلیبل نداشتن، ولی اگر که میخواستی اونم اصلا 150 دلار اینا بود. این اتاق خواب دومش بود، یعنی مسترش نبود و سایز اتاق خوابش خوب بود. یه این سرویس بداشته اصلش بود، ولی راهرو رو میبینی، یه راهرو اینجوری دراز بی خاصیت داشت که اصلا واقعا خیلی نقشه عجیبی داشت وقتی که وارد میشدی، یعنی هم تو باید الکی این راهرو رو میومدی. و اینکه لیوینگ رومش خیلی کوچیک بود بچه‌ها، میبینی یعنی بعد از این کانتر آشپزخونه میخوری تو دیوار. اینم اتاق مسترش بود که مثلا دو تا کمد بزرگ داشت، کمداش خیلی خوب بود و همون دستشویش. خب من الان داشتم ویدیو رو ادیت میکردم، بعد گفتم که بیام ازتون بپرسم که حالا که رسیدیم به آخر ویدیو به هم بگین که از کدوم واحد خوشتون اومد، نظرتون چی بود. حقیقتش ما اون واحده که توی اون برج خفنه بود و خیلی دوست داشتیم، یعنی به خاطر اینکه برج هم جاش خیلی خوب بود، به محل کارمون خیلی نزدیک بود، هم ویوی خیلی خوبی داشت، اون حیات که نه، اون بالکن بزرگی که داشت کلی میشد توش باربیکیو بذاری، صندلی بذاری اینا. ولی برای یه خواب پلاس دن 3100 تا به اضافه 175 تا میشه که 3275 تا، خیلی به نظر ما غیر منطقی اومد. بقیه واحدام که دیدم مثلا همش یا جاش خوب نبود، یا یعنی از نظر خوب که همشون دانتان بودن اینا، ولی ما میخوایم که مثلا میخواستیم خیلی به محل کارمون نزدیک باشه و اینکه لیوینگ رومش بزرگ باشه برامون خیلی مهم بود. ولی دیگه یکی دیگه، الهی من قربونت برم. بچه میشه اومد بهتون سلام کنه. حالا شما برام توی کامنت ها بنویسین که به نظرتون کدوم واحد خوب بود و کلن
نظرتون راجع به این قیمت ها چیه؟ قیمت خونه خیلی توی ویکتوریا گرون شده متاسفانه. ونکوور هم همینه، یه خورده حتی شاید گرونتر، نمیدونم. ولی خیلی شبیه همه، مثلا شاید تفاوتش ماهیانه 200-300 دلار باشه. ولی خب این گرونی توی بی سیه و فکر نمی کنم حالا به جز تورنتو شهرهای دیگه کانادا انقدر اوضاع خراب باشه. ولی اگر شهر دیگه کانادا هستین، حتما توی کامنت ها برام بنویسین که چقدر تو شهرتون میانگین اجاره است. و همین دیگه، ماچ بهتون، تا ویدیوی بعدی، خدافظ.